و تشکر از اینکه پذیرفتید باهاتون گفتگویی داشته باشیم. صدای من رسا هست. سلام خدمت شما و نگان شما. خواهش میکنم آقای بنی‌صدر، اگر ممکنه یه مقداری در رابطه با دوران پیش از قیام برای ما و شنوندگانمون توضیح بدید که در اون دوران، زمانی که شما با خمینی رابطه داشتید و اطرافیان خمینی، در رابطه با جنبش چپ ایران چه صحبتهایی میکردن و نیروهای سیاسی که در اون زمان مطرح بود چه نظری داشتن، چه تحلیلهایی رو ارائه میدادن؟ عرض کنم که این سوال شما سه دوره رو در بر میگیره. یک دوره وقتی که ایشون در نجف بودن، یک دوره وقتی که در پاریس آمدن، یک دوره وقتی که در تهران بودن. در وقتی نجف بودن تا مدتی به اصطلاح روابط خوب داشتن با همه جریان های سیاسی، ولی ناگهان ایشون طرفدار 100% اسلامی شدن. بعدها معلوم شد به این که کسانی با ایشون ارتباط گرفتن که بخواهید به اصطلاح به جایی برسید باید که نفی کنید کسانی رو که گرایش هایی رو که اینها باز تبع قدرت های خارجی خصوصا امریکایی ها نیستن. وقتی آمدیشون به پاریس در اینجا مدتی از همون سیاست پیروی میکرد، خصوصا بعد از اون ماجرای کشتار میدان ژاله 17 شهریور. ایشون از طریق نوش به من مراجعه کرد و خیلی نگران شکست جنبش بود و اون اطلاعی یعنی اعلامیه من تهیه کردم که او رو به اصطلاح عیناً امضا کرد و پخش شد که اون پایانیست بر اون سیاست، سیاست نفی و تردد گروه ها و گرایش های سیاسی. در پاریس که گفتم اوائل که ورود آمده بود دوباره برگشت بوده بود به اون سیاست. مدتی در اینجا با ایشون به اصطلاح گفتگو شد و او تعدیل کرد این سیاست رو. تراکیم به ایران، در ایران اولین مسئلهی که پیش آمد، یعنی یک شبی من رفتم اون مدرسه رفاه، دیدم به اینکه یک راهپیمایی انجام شده در خیابان ایران جلو همون مدرسه و آقای خمینی گفته که اینها رو نمیپذیرم. گفتم که خب اینا کی هن که ایشون نمیپذیرن؟ گفتن اینا فدائیان خلق هن. با ایشون رفتم من صحبت کردم، خب چرا نمیپذیرید؟ گفتن اینا کمونیست هن. گفتم آقا اینا جوان هن، حالا مرامشون عقیده شون اینا با مرام شما سازگار نیست، بسیار خوب، اما فعلا آمدن پیش شما، با ایشون صحبت کنید، گشایش بکنید، گفت کنید، شنود کنید، بلکه به اصطلاح محیط سالمی ایجاد. یک شب دیگه هم رفتم اونجا، دیدم که آقای خلخالی و این آقای رفسنجانی و چند نفر نشستن دور ایشون و صحبت از این میکنم که بگذارید امشب، اجازه میخواستن از اون که همون شب برون در دانشگاه و با کشتار مسئله فدایی خلق و مجاهد خلق رو حل کنن. ساعت روز 11 شب بود، دوانیم یازده شب بود. گفتم آقا شما هنوز فرمایشات پاریستون ها کسی از یاد نره بوده، صحبت آزادی بود، صحبت این شما هنوز ایچی نشده، اون انقلاب گل بود بر گلول پیروز شد، حالا میخواد به خون جوانهای خود سرخین سرخ کنه دورو. گفتن که اینها دانشگاه کردن محل اسلحه و این مطالب. گفتم من براتون میگیرم برم با اونها گفتگو کنم و من نیاز به این کشت و کشتار نباشه و همین کارم کردم. اونو آقای خلخالی اونجا گفت که شما تو را میزنن، شباب سبکی ها مسلحن، شما تو را میزنن. گفتم شما قصه جان من نخور. رفتم با هم با فدایی ها و هم با مجاهدین خلق در دانشگاه صحبت کردم و مسئله به اصطلاح بدون قهر حل شد. مقدار که ما میگویم جواب پاسه سوال شماست. بله آقای بنی‌صدر، به اعتقاد شما اگر در اون زمان نیروهای مثل فدایی‌ها و مجاهدین در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی می‌کردند و می‌خواستن مقاومت کنن چه اتفاقی می‌افتاد؟ همون موقعی که ستادا رو می‌خواستن تخلیه بکنن و درگیری تقریبا دیگه شروع شده بود به نحوی، فکر می‌کنید که اون زمان به کجا کشته می‌شد شرایط ایران؟ یعنی درگیری مسلحانه می‌کردن؟ بله درگیری مسلحانه میکردن، کار درستی نبود و
به نظر من یک علت پیدایش استبداد ملاتریا همین درگیری های قهرمیز بود، به لحاظ اینکه اونها این توانایی رو در اون وقت نداشتن و درگیری عملا امکان میداد، کاربرد روزمره میداد به زور و امکانی در اختیار ملاتریا میگذاشت برای اینکه اینها توجیه بکنن ضرورت به کار بردن زور رو هم از روز اول. نتیجه حتی اون دوران مرجع انقلاب که یک دوران آزادی بود او رو هم ما الان نداشتیم و لدل ورود یک استبداد جانشین استبداد پادشاهی میشد. این است که اون وقت یک کوششی به عمل آوردن برای جلوگیری از فاشیسم مذهبی که به صورت تهدید در آمده بود که سازمان‌های سیاسی از اونها دعوت کردم که بیاین و در یک گفتگوی شرکت بکنیم که ما آزادی رو این نسل حفظ کند، بقیه تحولات رو بگذارد برای نسل بعدی. متأسفانه پاسخ مثبتی به این دعوت داده نشد. نتیجه وضعیتی است که میبینید. بله آقای بنی‌صدر، شما خودتون در طول این 20 سال از چه از پیش از مقطع قیام 57 و چه در طول این 20 سال در به حال این از طریق همین انقلاب سال 57 چه درس‌ها و تجربه‌هایی کسب کردید؟ عرض کنم به شما این مطلبی است که انقلاب یک تجربه است دیگه. اگر این رو رها کنی این تجربه نیمه تمام رها میشه و تجربه های بعدی رو نسل های بعدی باز باید همینجور نیمه تمام رها کنن و ترتیبی میشه که الان ما یک قرن سه بار حرکت عمومی کردیم، انقلاب کردیم، هنوز سر جای اولیم. برای اینکه این وضعیت تکرار نشود ما کسی از جمله آدم های هستیم که تصمیم گرفتیم که تجربه رو رها نکنیم، ببینیم اشکالاش کجا بوده و اون اشکالات رو بکشیم رفت کنیم. این تحقیق و هم تجربه و خود حضور در این حرکت و از قبل و در خود انقلاب و بعد انتخاب ریاست جمهوری و بعد کودتا تا امروز، اینها رو می شود در چهار دسته خلاصه کرد. ضعف‌های که موجب شد که اون انقلاب نتواند نظام در خور خود رو هنوز پیدا کند. اونها یکی ابهام ها هستند در قلمرو اندیشه راهنما، یکی ابهام هاست در قلمرو هدف، یکی ابهام هاست در هویت سیاسی نیروهای شرکت کننده در انقلاب، یکی ابهام هاست در روش و بالاخره نتیجه این چهار دست ابهام ها ابهام هست در و ترس هست از آینده. حالا من از اینها بخوام برای شما بگم این میشود یک داستان طولانی. با این حال برای اینکه به طور مشخص معلوم بشود اشکال کجاست یک نمونه رو عرض میکنم. کون عبارت میشود ابهام در هدف. اون وقت با اینکه اصول راهنمای انقلاب آزادی بود و استقلال بود و رشد بود و اسلامی که ترجمان این سه اصل باشد، با این حال این ابهام وجود داشت که هدف مبارزه چیست. خب اون وقت فکر حاکم و غالب دستان یک اسطوره شده بود، این بود که هدف رسیدن به قدرت است و این قدرت وجود داشت که اگر هدف رسیدن به قدرت باشد هر نرامی از جمله اسلام این می شود اقدار اون قدرت. نتیجه این است که می بینید که ما الان اول گفتن که دوره شاه شاه می خواسته که دین را دولتی بکنه، دین را رسمی بکنه، ابزار قدرت بکنه. ما میخواییم که دولت دینی داشته باشیم. بعد رفتیم دولت دینی هم شد این دولت ملاتریا. بلاحظ این که قفلت بود از این که اساسا ممکن نیست دولت دینی تشکیل داد. حتی محال است. چرا؟ برای این که اگر هدف قدرت باشه هر مرامی میشود وسیله، چون اون هدف دیگه، پس هر مرامی میشود وسیله اون هدف. پس اسلام اگر دینه دولت دینی بخواهد بشود یعنی حاکم بشه بر قدرت، این از محالاته. و اینکه خود ما قبول کردیم که قدرت هدف است، نتیجه شد که در واقع قدرت شد حاکم و دین شد وسیله و رژیم شد رژیم ملاتریا. حالا این اگر ما
زودتر حلیمو شده بود قبل از انقلاب و این افکار عمومی رو برای همین مثلا آمادگی کرده بودیم که این مردم غیر ممکن یا محال است بتوان دولت دینی تشکیل داد. احتمال داشت که ما در این مصیبتی که افتادیم نمی افتادیم. از این نوع می شود برای شما اقامه دیگر رو هم توضیح داد. اما این یک داستان خیلی طولانی است و وقت خیلی بسی می خواهد. بله آقای بنی‌صدر، شما صحبت جالبی کردید، گفتید که به هر حال یه بخشی برای حفظ قدرت به جاهای دیگه می‌غلطن برای اینکه قدرت رو بتونن حفظ بکنن و خودشون رو در قدرت حاکم نگه دارن. شما فکر می‌کنید که در رژیم آینده برای اینکه نیروی نتونه قدرت خودش رو به صورت متمرکز حفظ بکنه و علیه مردم بخواد اعمال بکنه به هر زور و قدرتی که شده، چه ارگانهایی باید وجود داشته باشه و چه ارگانهایی نباید وجود داشته باشه؟ چون الان شما نگاه میکنید مثلا سازمان CIA فرای به اصطلاح کنگره خود امریکا یا مثلا خود حتی بخشن رئیس جمهور امریکا یک سری عملیات میکنه، یا اینتلیجنس سرویس توی انگلیس یا مثلا جاهای دیگه، همین تو خود سوئد سازمان امنیت اینجا سپو کارهایی رو انجام میده سر خود، صرف نظر از اینکه نمایندگان توی پارلمان چی میخوان و چه عقیده‌ای دارن، و ارگانهای سرکوب هم همیشه مثل ارتش و پلیس اینا وجود داره. شما به اصطلاح مدافع تسلیح مردم هستید و الغای ارتش و ارگانهای سرکوب یا خیر؟ عرض کنم به شما در جمله همون ابهامها، یکی همین ابهامی که الان شما به صورت سوال عنوان میکنید. ما روز اول که مثلا انقلاب انجام گرفت میباید که ساختهای استبدادی رو تغییر میدادیم، یعنی که یعنی ما ارتش رو از رژیم شاه تحویل گرفته بودیم، باید دارای ساختی متناسب با استبداد پهلوی ها دستگاه اداری تحویل گرفته بودیم با همین ساخت. معنای این مردم سالاری این است که این ساختها رو تغییر میدادیم، تبدیل میکردیم خود این دستگاه ها رو به یک دستگاه های مردم سالار تا هم از این خطری که شما میگویید پرهیز میشد و همین که ما استبداد دیگری پیدا نمیکردیم. ما چی کردیم؟ به جای این کار این بنیادهای نهایت به قول خودشون نهادهای انقلاب ایجاد شد، یعنی ستون پایه های جدیدی برای استبداد که شد این استبدادی که میبینیم. مثلا در همین مورد سازمان های اطلاعاتی، یعنی در مورد مشخص ایران واباک، اون وقت ساواک بود، خب چون ساواک خیلی مورد نفرت بود منحل شد. خب صحبت این شد که کشور دستگاه اطلاعاتی میخواد و چه میخواد و چه نمیخواد، یک طرحی هم آوردن به شورای انقلاب که مثلا همین شد که اون تر بعد از کودتا بردن دوباره اون تر رو به مجلس و شد این واباکی که الان میبینید که به این جنایت مشغوله. خب اونجا همین مسئله رو تر شد در همون شورای انقلاب که نه این مسئله نیست که نوع زور فرق میکند، زور خوب داریم زور بد داریم، زور یک نوع بیشتر نیست اونم بد است. ساواک شاه خوب است، باواک ما بد است، این حرف مفتیست. اگر همچه سازمانی هست این همون عوض رو خواهد کرد و شما دارید دوباره رژیم شاه رو بازسازی میکنید. و یک طرحی ترجیح شد که تصویب هم شد به اجرا هم گذاشته شد به این ترتیب که کشور به اطلاعات احتیاج داره، صحیح است. اطلاعات خارجی اینها میرود به وزارت خارجه تحت تصدی وزارت خارجه، اطلاعات داخلی میره به وزارت کشور تحت نظر وزارت کشور، با وقتی هم سازمان جزازانه هم لازم نیست. به این ترتیب هم اون تحت ترتیب شد. ولی تو میدونید که استبداد مردم سالاری مردم سالاریست. اون تختمان با استبداد ملتاری ها سازگار نبود. این است که به محطی که کودتا کردن در خرداد شهر اون یک طرح بردن اون مجلس خودشون و این بابات رو تشکیل دادن و گفتم که نمیدن چیچی 36 میلیونی دستان اطلاعاتی 36 میلیونی و اینا هم شدن سربازان امام زمان، دبنان امام زمان. بنابراین حالا اگه ما بخواییم دوباره که چنین هم خواهد شد ایران از استبداد برهد، میباید ساختها رو مردم سالار بکنیم،
همه این ساختاری که وجود دارن از ساختار استبدادی، از امن، از اداری و نظامی. اولا خب این یه کشوری نمیتونه دو دستگاه نظامی تحمل کنه. این از عهده که قدرت‌های بزرگ مثل روسیه برنیامد. چطور یه ایران میتونه یک ارتش داشته باشه، یه سپاه پاسدار داشته باشه، چندین دستگاه انتظامی داشته باشه، هر کدوم از اینا دستگاه‌های اطلاعاتی داشته باشن، یک نواز داشته باشه، سلیمانی کاروان داشته باشه؟ این ها شدنی نیست. باید اینا رو یک کارته کرد و مردم سالار. همین؟ روز میخوام، من این تلفن دستیم پارازیت داشت مینداخت، من مجبور شدم که از کنار میکروفون برم و خاموشش بکنم. بله. پس شما معتقد به تسلیح مردم هستید در آخر کار؟ تسلیح جنم کار حل نمی کنه، برای اینکه اون تسلیح تمام این ملت رو تسلیح اسلحه بدیم با کی رو جنگیم؟ بهتر اینکه به جایی که ما برویم سراغ اون کار که اولا راه به جایی نمیبرد، این طرف رو درست کنیم، یعنی اختیار دولت رو بدیم دست خود مردم. بهتر از اینه که به درچون اختیار بدیم، اختیار دولت رو با دولت ما، این مردم باید اختیارش دست مردم باشه. چطور میشه اختیارش دست مردم باشه؟ باید این به ساختش دست مردم سالار بشه. به چه صورت؟ هر مقام اداری، هر مقام نظامی میباید متناسب با اختیاراتش داره مسئولیت باشه و اختیارات جمع نشه در رأس، چنان که الان هست، چنان که در دوره شاه بود. بله. آقای بنی‌صدر، چه تضمینی بعد وجود داره برای اینکه تمامی کسانی که بر مسطر قدرت قرار دارن باز دوباره با همدیگه با یک توانی دست این اقدامات نزنن؟ ولی اگر شوراهای محلی مسلح باشند و در هر محله به صورت مستقل شورای خودش رو داشته باشه، این رو شما چه اشکالی درش میبینید؟ اشکالش فراوان است. لحظه که اون شورا اصلحتون هم یعنی زور، زور یعنی رابطه قوه قوه بین اون شوراهایی که شما میگید و بقیه، اونا هر کدوم در محل خودشون میشون یه ارباب. اون اینا اگر با هم اختلافات برامی پیدا کردن، خواستن با اصلحه این حل کنن، کشوری که وسط دنیاست این چگونه خواهد شد؟ باید شد شب روز هم دیگر پاره کنن. حالی که نه، اون تضمین این است که اون اگر شما یه سازمان مردم سالار کردی، ارتش اون ساختی که الان دارد از دست داد، اون بالا هر ساخت و فاختی مخوام بکنه وسیلی اجرا نداره. وقتی رابطه تغییر کرد، اون دستور داد پایین اجرا نمی کنه. الان اجرا بکنیم برای اینکه اون تمام ساختی و ساخت هرمی شکل متمرکز تمام اختیارات در رأس و این پایین هیچ اختیار جز اطاعت ندارد. این رای تغییر داد بله شما با اشتاره بندن بشه مشکل این ساخت استبدادی رو حل کرد. بله. یعنی شما معتقد هستید که یک شورا در یک محل با چند نفر مسلح میتونه تصمیم گیری بکنه با توجه به اینکه شوراهای دیگه، محلهای مختلف دیگه هم وجود داره و میتونن حمایت بکنن از اون محل، این رو استبدادی میدونید؟ ولی اونی که ارتش به هر حال چند تا از امیرای ارتشون بالا نشسته باشن یا ارگانای سیاسی، حالا شما میگید بالا نشسته باشن یعنی چه؟ نمیفهمم یعنی چه بالا نشسته باشن. باید ببینید شما اگر اولا اون که میگید محل مسلح، این در تجربه، این ده ها تجربه تو دنیا انجام شده، یه زبان حرفی باید زد که به زبان تجربه در بیاد، یعنی بشه اینه عمل کرد. این که دیگری همه از کنه میگم، الان دارم میگم دیگه، یکی از همون ها شوراها بود که تو ایران تشکیل شد، سی شد موضوع دعوا بین حزب جمهوری اسلامی و نمیدارم فدایی خلق و این و اون جوری شد که وقتی من رفتم به اون چیز عربوس در قزوین، اونا آمدن بیشی من شکایت کردن از دست این شوراها، از دست اون وقت افتادید دست از جمهوری، گفت آقا اینا توی شوراها پدر ما رو در بردن. من هم در اونجا صحبت کردم برای کارگرها، گفتم اینا آمدن این از این شوراها شکایت میکنن. آجون اینجور شورا بی شورا، وقتی ما تجربه کردیم شد قدرت قدرت رو بگیم فرق میکنه در محله باشه یا در اون باشه. اونی که من دارم میگم میگم اگه کار اون مثلا حل اساسی، یعنی ساخت رو اگر شما عوض نکنید، اصلاح بدید دست فرق میکنه. شما این همین ساخت قدرت رو توی محله هم میتونید داشته باشید، تو میتونید سطح ارتش هم داشته باشید. ساختمان ارتش رو باید تغییر کرد به جوری که اون جز وظیفه که وارد میشه از دفاع از مرزهاش نتونه داشته باشه، در داخل نتونه نقشی داشته باشه. این کاریست که باید کرد. بعد
در حال سخن و بحث و مباحثه زیاده و ما هم منظورمون بیشتر مصاحبه هستش تا مباحثه. خیلی متشکرم هستم از اینکه پذیرفتید باهاتون گفتگویی داشته باشیم و امیدواریم که در یک فرصت مناسب حتما تو این رابطه بیشتر تبادل نظری با شما و سایرین داشته باشیم. باشه. خیلی متشکرم از اینکه پذیرفتید باهاتون مصاحبه بکنیم. شب شما خوش. شب شما خوش.